بهای مواد سوخت هر لحظه در حال افزایش است. همکنون یک لیتر به صورت عمده یک لیتر پترول 41 افغانی و هر لیتر دیزل 45 افغانی در بازارها خرید و فروش می شود. این قیمت امروز نفت در بازارهای هرات است و فردا معلوم نیست چه قیمت در بازار حاکم خواهد بود. درود و سلام دارم خدمت شما. من فرهاد احمدی هستم. در برنامه امشب افزایش بهای مواد سوختی، در مورد افزایش بهای مواد سوختی با شما بحث و گفتگو می کنم. شماره ارتباطی برنامه زیرنویس تلویزیونتان گردیده است. می توانین به گونه زنده و مستقیم به تماس شوین و دیدگاه خود را در مورد افزایش بهای مواد سوخت بیان بکنین. مواد سوختی هر از گاهی کاهش و افزایش قیمت داشته است و پس از آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه این مواد به شکل بی‌پیشینه در هرات افزایش یافت و بهای هر لیتر دیزل یا هر لیتر پترول و هر کیلو گاز چندین افغانی در بازارهای هرات افزایش پیدا کرد و این موضوع اعتراض برخی از شهروندان را همواره به همراه بود و به همراه شده است. نخست میریم آمار جهانی نفت را می‌بینیم که آمار جهانی نفت چگونه هست. خبرگزاری تسنیم نوشته است که هر قیمت هر بشکه نفت برنت دریایی شمال در پایان معاملات دیروز یعنی جمعه با 7 سنت افزایش به 72 دلار و 69 سنت رسیده است. با گزارش خبرگزاری تسنیم نقل از رویترز و دنبال بهبود چشم انداز تقاضای جهانی همزمان با افزایش تعداد واکسینه شدگان در کشورهای جهان، قیمت نفت روز جمعه سومین افزایش هفتگی متوالی را به ثبت رساند و به بالاترین رقم چند سال گذشته رسید. پس از بحران کووید 19 در جهان نفت به شکل بی‌پیشینه قیمتش پایین آمد و در سر تا سر دنیا بهای نفت پایین شد. قیمت بنزین پایین آمد و تقاضا برای خود مواد سوختی هم کاهش پیدا کرد و همین مسئله خوابیدن کاروبارها، تعطیل شدن و قرنطینه شدن تاثیر خیلی زیاد بر قیمت نفت در بازارهای جهانی داشت. اما پس از این که واکسینه شدن مردم، واکسینه شدن بعضی از کشورها آغاز شد و بعضی از کشورها آغاز به واکسینه کردن مردم خود نمودند، خود نفت در بازارهای جهانی افزایش قیمت داشته و به گفته خبرگزاری تسنیم دیروز جمعه قیمت هر بشکه نفت 17 سنت افزایش قیمت داشته. اما در بازارهای هرات هم میریم، پیامی که از طرف مواد نفت برای تاجرای مواد نفتی و کسایی که تانگ تیل دارند در هرات، پیامی که به دسترس ما قرار گرفته، او پیام رو میبینیم که این پیام حاوی چه محتوایی هست. خود ریاست مواد نفتی حیرتان این مطلب را گذاشته بودند در صفحه خود و خود صفحه نرخ روزمره بازار تیل حیرتان واقعینه هست. نرخ امروز تاریخ 1400 3 18، تقریبا 4 روز قبل هستی. هر تلاش کرده ما تا به مطلب جدید و آپدیت شده این صفحه دسترسی داشته باشیم اما موفق نشدیم. فیتون دیزل 0.2 آقینه 725 دلار، فیتون دیزل 0.5 آقینه 718 دلار، فیتون پترول 92 آقینه 725 دلار، فیتون پترول 93 آقینه 670 دلار آمریکایی، فیتون پترول 80 حیرتان قیمتش زده نیست، فیتون دیزل 0.2 حیرتان 735 دلار، فیتون پترول A92 حیرتان 740 دلار، فیتون گاز LPG حیرتان 545 دلار. اما قیمتی که امروز ما از هرات گرفتم، قیمتی که از وارد کنندگان نفت و گاز گرفتم، خود قیمت
فیتون پترول به 700 دلار همین امروز در بازارهای هرات خرید و فروش میشد و فیتون دیزل 680 دلار در بازار امروزی هرات خرید و فروش میشد. من میخوام پیامی که حاوی مطالب خود پیامی که از طرف مواد نفت و گاز برای تاجرای گاز ارسال شده، این دیدگاه های شهروندان ما در فضای مجازی هست، پیام هم از طرف مواد نفت و گاز هست. سلام به خدمت شما. از امروز الی شنبه که قیمت تیل بالا رفته است و قیمت تیل و بازار دقیق معلوم می شود، قیمت دیزل 47 افغانی، پترول روسی 43 افغانی، پترول ایرانی 42 افغانی. این نرخ به صورت عاجل تعیین شده است. این پیام هم پنجشنبه 10 ژوئن 2021 ساعت شب جمعه تقریبا این پیام ارسال شده بود، ساعت 8:01 از طرف ریاست مواد نفت برای تاجرای نفت که تا زمان معلوم دقیق معلوم شدن قیمت نفت و قیمت گاز هر لیتر دیزل به 47 افغانی، هر لیتر پترول روسی به 43 افغانی و هر لیتر پترول ایرانی به 42 افغانی در بازار خرید و فروش بکنن. همان قسم که در ابتدای برنامه هم یادآور شدم، این نرخی هست که از پنجشنبه شب یعنی جمعه تا الحال که شنبه هست، همکنون من با شما صحبت میکنم، این نرخ در بازار هرات حاکم بوده و معلوم نیست که فردا چی نرخی در بازار دوباره به وجود می آید و چی نرخ، آیا همین نرخ خواهد بود یا خیر، قیمت ها باز هم بلند خواهد رفت. حالا در برنامه امشب دیدگاه مردم رو می شنویم که شهروندان هرات چی گفتنی دارند در مورد افزایش بهای مواد سوختی و به نظرشان چرا همواره نرخ ها در بازارهای هرات تو بالا داشته است و گاهی پایین و گاهی هم بالا، و خود افزایش بهای مواد سوختی چقدر می توانه برای مردم تأثیر گذار باشه. فراموش نباید کرد که همکنون وضعیت کرونایی در کشور وجود داره، با موج سوم کرونا ما روبرو هستیم، کاروبارها تقریبا به شکل معطل هست، کاروبارها تقریبا بعضی از مراکز قرنطینه شده، بعضی از کاروبارها خابیده و اقتصاد مردم به شدت متاثر از کرونا شده و همچنان در کنار ویروس کووید 19 بحث جنگ هم هست که در بیشتر ولایت افغانستان همکنون جنگ می باشه و این موضوع هم سبب شده تا بیکاری و فقر در بازارهای کار حاکم بشه و سفره‌های مردم خالی تر از قبل بشه. میشنویم امشب دیدگاه شما را از طریق پیام‌های تلفنی که چی گفتنی دارین. موضوع برنامه زیرنویس تلویزیونتان میگردد و شماره ارتباطی برنامه هم زیرنویس تلویزیونتان شده توسط همکارانم. می توانید تماس بگیرید و به شکل مستقیم و زنده دیدگاه خود در مورد موضوع برنامه با ما به اشتراک بگذارید. از همکارای بخش تکنیک می خواهیم که کامنت هایی که در صفحه اجتماعی فیسبوک بیننده های ما داشتند برای ما و شما باز بکنند تا بخوانید. آقای نوراقا امیری گفتند تا چند ماه پیش قیمت های ثابت داخل بازار نفت و گاز بود، فیتون به مبلغ 420 الی 450 دلار معامله می شد، اما متاسفانه او حادثه های آتش سوزی و بدون افزایش نرخ جهانی نفت و گاز، اینها هر تن گاز و پترول به 650 دلار رساندند. لااقل دولت باید مداخله کند برای کنترل قیمت ها. آقای امیری گفتند که قبل از آتش سوزی گمرک اسلام قلعه فیتون به مبلغ 420 الی 450 دلار خرید و فروش می شد، اما همکنون هر تن پترول به 700 دلار رسیده و هر تن دیزل به 680 دلار، تقریبا دو برابر همیشه یک چیزی دو برابر افزایش قیمت داشته قیمت ها. لااقل دولت باید مداخله کند برای کنترل قیمت ها، یا هم خود تاجران محترم ما این همه گران فروشی نکنند، چون قهر خدا نازل خواهد شد. در کل خواست ما از دولت و تاجران محترم همین است که در وضعیت بعد اقتصادی گرانی وضعیت بعد اقتصادی هر کدام به نوبه خود برای مردم سهولت ایجاد کنند، نه اینکه گیران فروشی کنند و مردم مجبور به بددعایی کنند. آقای امیری هم خواهش کردن از مردم که گیران فروش از تجار گیران فروشی نکنند که وضعیت اقتصادی مردم خراب هست. بینیده پشت خط داریم. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله متاسفانه تماسی که به برنامه وصل شد بیننده ما صحبت نکردن. هنگامی که به برنامه تماس میگیریم لطفاً موقعیت درست و خوبی بخوای اختیار بکنیم که ما صدای شما شفاف داشته باشیم و همچنان اینکه کوشش کنیم صحبتهای خور کوتاه بسازیم، به شکل جمع‌بندی شده صحبت بکنیم که بیننده های ما پشت خط منتظر نمانند، همه بتوانند دیدگاه های خود را در برنامه به اشتراک بگذارند. برنامه صدای شما مختص به شما شهروندان هست و هر هفته دو مرتبه شنبه شب ها و چهارشنبه شب ها ساعت 7:30 می توانین به گونه زنده و مستقیم در مورد موضوعات داغ روز کشوری و ولایتی دیدگاه های خود به اشتراک بگذارین و در مورد رویدادهای هفته ابراز نظر بکنین. ما می خواهیم هر هفته هر برنامه داغ‌ترین رویدادها و حساس‌ترین موضوعات را به بحث و بررسی بگیریم و با شما روی این موضوعات بحث بکنیم که شما چی دیدگاه های در مورد پدیده های اجتماعی ماحول خود دارید و چی نظریات در مورد رویدادهای ماحول و رویدادهای کشوری دارید. باز هم کامنت دیگر میخواییم با آقای رحمت الله رحیمی گفتن در این حوزه چندان نمیدانم، تخصص هم ندارم که نظر بدهم، همین قدر میدانم که در این بازار ظلم و بیعدالتی در اوج خود هست. آقای عزیز الرحمن عظیمی گفتند که قیمت جهانی ثابت است، پول خسارات را هم از دولت میگیرند اما قیمت را خدا نتسها 30% افزایش دادند. آقای عظیمی به بحث قیمت جهانی نفت اشاره کردند که قیمت های جهانی نفت در بازار ثابت هست و خود تاجرها، کسایی که تیلر وارد میکنند، نفت وارد میکنند، قیمتی که خسارمند شده بودند، خساره ای که در آتش سوزی گمرک دیده بودند او را از دولت میگیرند اما قیمت ها را هم گویا به نوعی افزایش دادند تا بتوانند خساره ای که قبلا متحمل شدند او را پوره بکنند و او را به دست بیارند. آقای رحیمی هم همچنان گفتند که در این حوزه من تخصص ندارم، ناگفته نباید گذاشت که نظر دادن در مورد موضوعات برنامه صدای شما اصلا تخصص نمیخواهد، همین که شما با عنوان یک شهروند در اجتماع، در محیط، در مول حول خود چیزی میبینین و دیدگاهی در مورد همان پدیده دارین بنویسین برای ما در کامنت ها، کافی هست ما کامنت های شما را حتما در برنامه صدای شما به خوانش میگیریم. کامنت های بعدی آقای سبقت الله برهانی خراسانی گفتن متاسفانه در بازار بد و آشفته اقتصادی قیمت بالای مواد سوختی نگرانی ها و مشکلات زیادی را به وجود آورده است. جای تعجب بیشتر این است که هر روز یک قیمت جدید از مواد سوختی را میبینیم. امیدواریم که مسئولین بزرگوار فکری به حال این مردم بکنند. آقای خراسانی هم از وضعیت فعلی بازار نگران هستند و از وضعیت فعلی بازار به نوعی مایوس و متاثر هستند و میگویند که باید مسئولین، باید دولت به عنوان نهادی که مافوق اراده هاست در کشور باید کاری بکنه و بازار کنترل بکنه، در غیر آن مشکلات بیشتری برای مردم بار میاره و مشکلات عدیدتری در جامعه به وجود میآید. کامنت های بعدی آقای سید نعیم اخلاص گفتند که هر کدام مواد و یا جنس در این کشور به اساس دلیل موجه افزایش پیدا کرده است که این بار کدام مواد و یا جنس در این کشور به اساس دلیل موجه افزایش پیدا کرده است که این بار دلیلش توجیه پذیر باشد. افزایش قیمت نفت در افغانستان و به ویژه هرات نشان دهنده عدم مدیریت درست و عدم مسئولیت پذیری افراد مسئول این بخش است. دلیل دیگر این است که خدا نکند به این کشور یک واقعه رخ دهد، بهانه خوبی می شود برای تمام کسبکاران و فروشنده های این شهر و در کل خود تجاران فرصت طلب و خوناشام این بخش و سایر بخش ها. احتکار دلیل دیگر است که باز هم تجار این بخش انجام می دهند. دلیل دیگر می تواند ماشین های فرمان
راست باشد، چون برای این ماشین ها جواز گشت موقت داده می شود. افراد زیادی به همین خاطر رو به خرید این ماشین ها آوردند. چند نقطه را آقای اخلاص اشاره کردند که جالب توجه هست. یک مسئله این که گفتند همیشه بدون کدام دلیل و بدون کدام مطلب همه مواد، نه تنها مواد سوختی، افزایش قیمت داشته، قیمت ها افزایش پیدا کرده. مسئله دیگر خود بحث عدم مسئولیت پذیری افراد مسئول را گفتند که خود ادارات دولتی گفتند، ادارات کنترل کننده بازار، ادارات زیدخل در بازار که اینها مسئولیت خود را درست انجام نمیدن. و مسئله بعدی بحث آتش سوزی، باز هم آتش سوزی گمرک اسلام قلعه مطرح کردند که گویا خود آتش سوزی دلیل تاثیر مستقیم بر افزایش قیمت ها داشته، چرا که اگر شما هم مشاهده کرده باشین یا دیده باشین، بعد از این که آتش سوزی اتفاق افتاد، فردای هم تل مثل روند قبلی خود را داشت، به شکل قبلی به شکل نرمال خرید و فروش میشد. اما به محض گذشتن 2 الی 3 روز قیمت مواد سوختی چندین افغانی بلند رفت و بعد از آن چند افغانی دیگر بلند رفت که همکنون به 42 43 و 45 رسیده. و بس بعدی که مطرح کردن خود احتکار تجاران هست که همیشه این بس در افغانستان مطرح بوده، در تمام حوزه ها، در تمام بخش های بازار، در تمام بخش های تجارت، از قبیل مواد خوراکی گرفته تا مواد سوختی و مواد ارتزاقی و سایر مواد، همیشه این اتهام بر تجار و کسب و کاران مطرح بوده، گویا اینکه در بازار احتکار میکنند، اموال وارد کرده ذخیره میکنند در گودام ها، اینکه تقاضا زیاد بشه و خود قیمت همراه با تقاضا بلند بره، قیمت ها بلند بره، بعد از اون جنس رو با بازار عرضه بکنن، که این موضوع همیشه بحث تازگی نداره، همیشه و همواره مطرح بوده. و دلیل دیگری که مطرح کردند بحث وجود موترهای اشترینگ راسته یا ویشی هست. اخیرا حکومت طرح اهدا یا توزیع جواز امنیتی برای این موترها در نظر گرفته و این موترها اسناد میشه، به نوعی اسنادهای موقت برایشان داده میشه و افراد میتوانند توسط ای برگه امنیتی در داخل شهر و بازار گشت و گذار بکنند. آقای اخلاص گفتند این مسئله تاثیر مستقیم بر گران شدن مواد نفتی، خصوصا نفت، تیل و پترول و گاز و دیزل داشته و تقاضا زیاد شده، تقاضا بلند شده و خود بازار هم به نوعی قیمت ها در بازار بلند رفته. کامنت های بعدی، خب فکر کنم کامنت هایی که در صفحه فیسبوک داشتیم تمام شد. خود بحث مواد، خود مواد سوختی یا مواد که برای سوخت ماشین آلات به کار میره، یک گزینه حیاتی هست، یک مواد حیاتی هست در جامعه، خصوصا امروز که کار و بار همه به شکل ماشینی پیش میره و همه افراد تلاش میکنن تا به نوعی از ماشین آلاتی که با مواد نفتی و سوخت کار میکنه استفاده بکنن. خود افزایش مواد، افزایش بهای این مواد میتونه چالش برانگیز باشه، میتونه مشکلات زیادی رو بار بیاره، از قبیل اینکه خود اقتصاد مردم رو متضرر بکنه، اقتصاد مردم رو فلج بکنه و به نوعی متاثر بسازه. با وجود اینکه همکنون کار به گونه خیلی نگران کننده، بازار کار رو به کاهش، بازار کار خیلی رو به افول هست و خیلی از افراد، نفوس زیاد فیصدی بالای از نفوس کشور همکنون بیکار هستند، یا اگر کار دارند و معاشی که میگیرند به شکل کافی کفاف نیازها و کفاف مصارف شانر نمیکنه و نمیتوانه، خود میزان با خرجشان نیست پیدایی که دارند. این موضوع همه با هم میتوانه مردم رو متاثر بسازه، مردم در وضعیت بعد قرار بده، اقتصاد خانواده ها ضربه بزنه. در صحبتی که من امروز با برخی از افرادی که وارد کننده های تیل داشتم، اونها میگفتند که یکی دو نفری که ما با اونها گفتگو داشتم میگفتند با همین قیمتی که هست
ما انصاف داریم که تیلر با همین قیمت به فروش میرسانیم. جاهایی هست که تانک تیل های هست که مواد سوختی را از این قیمت هم گرانتر حساب میکنه، از این قیمت هم بالاتر حساب میکنه و صحبت از این داشتند که گویا در روزهای آینده احتمال این که مواد سوختی بلندتر برای قیمتشان دور از امکان نیست و دور از تصور نیست. به احتمال قوی در روزهای آینده ما شاهد بلند افزایش بیشتر بهای مواد سوختی خواهیم بود. خب در این قسمت نیاز هست تا دولت هم دخالت بکنه، تا دولت هم در این مورد صحبت بکنه که بازار کنترل بکنه تا اینکه مواد سوختی خود افراد سوء استفادهگر، خود افرادی که به نوعی میخواهند از وضعیت موجود استفاده بکنن، قیمت این مواد در بلند نبرن، قیمت این مواد در افزایش ندهند تا اینکه اقتصاد خانواده ها متضرر نشه. قسمی که در ابتدای برنامه هم دیدیم گویا اینکه در بازارهای جهانی هم بهای مواد سوخت افزایش پیدا کرده، اما نه آنقدری که در هرات و در افغانستان مواد سوخت گران شده. افزایش داشته اما نه به این پیمانه که قیمتی که در بازارهای هرات و در بازارهای افغانستان خرید و فروش میشه مواد سوختی، قیمت خیلی سرسام‌آور و قیمت خیلی سنگینی هست و این موضوع واقعا نگران کننده هست. در کشورهای همسایه مثل ایران و برخی از کشورهای دیگه در اونجا هم مواد سوختی افزایش قیمت تا حدودی داشته، اما نه به پیمانه ای که در هرات و در افغانستان مواد سوختی قیمت بوده. امروزه تمام ماشین آلاتی که در داخل شهر و در داخل بازار ما میبینیم، اینها همه با نفت و با تیل و گاز و با پترول بالاخره روشن هست، با پترول، با مواد سوختی نیاز داره به مواد سوختی و افرادی که با این وسیله ها به کار و روزگار و معیشت زندگی خود میپردازن مکلفه هستن تا به این وسیله ها تیل استفاده بکنن، نفت استفاده بکنن. خب وقتی مواد سوختی و مواد نفتی هم افزایش قیمت داشته باشه، خام خواهی مشکلات و بعضی از تغییرات در جامعه به وجود میاره. ما همکنون با موج سوم کرونا هم درگیر هستیم و برخی از اماکن و برخی از مراکز به گونه نیمه یا به گونه کامل تعطیل شده و این موضوع هم تا حد میتوانه بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیر بگذاره. همزمان با انتشار اپیدمی کرونا در کشورهای مختلف و قرنطینه شدن شهرها و تعطیل شدن شهرها، برخی از کارخانه های تولیدی، برخی از فابریکه های بزرگ تولیدی در دنیا که اینها نیاز به مواد سوختی داشت همه تعطیل شد و از کار افتاد. خود بهای مواد سوختی هم در بازار جهانی کاهش پیدا کرد، چرا که تقاضا برای این مواد کم شد و وقتی تقاضا کم شد قیمت هم به شکل بی پیشینه کم شد و پایین آمد و کاهش یافت. در افغانستان هم فیصدی خیلی اندک این مواد قیمتی و کاهش پیدا کرد و کاهش یافت، اما نه به اون پیمانه‌ای که در بازارهای جهانی کاهش پیدا کرد قیمت مواد سوختی. اما باز هم مردم راضی بودند با همین فیصدی اندکی که مواد سوخت پایین آمده بود. اما با همزمان با اینکه برخی از کشورها توانستند اتباع خود را واکسینه بکنند و امیدها برای نجات یافتن از اپیدمی کرونا به وجود آمد در نزد بشر، خود کاروبار هم رونق گرفت و خود کاروبار هم شروع شد و به نوعی مواد سوختی هم در بازارهای دنیا و در بازارهای جهانی قیمت شد، بلند رفت قیمت این مواد و قسمی که در اول برنامه هم دیدیم چند سنتی از دیروز تا از خود روز پنجشنبه تا عصر جمعه چند سنتی قیمت هر بشکه نفت زیاد شده بود و افزایش قیمت داشت. اما خود همین افزایش قیمت در بازارهای جهانی تأثیرات به مراتب و به شدت بیشتر بر وضعیت افغانستان داره، بر وضعیت هرات داره. قسمی که ما میبینیم هنوز فیصدی اندکی یا مبلغ اندکی در بازارهای جهانی مواد سوخت
افزایش پیدا کرده قیمتش، اما اینجا در هرات همکنون به مراتب چندین برابر قیمت مواد سوختی بلند بردند، افزایش داشتند. قسمی که در ابتدای برنامه دیدیم هر لیتر پترول به 42 تا 43 افغانی، حتی در بعضی جاها تا 44 افغانی هم خرید و فروش میشه، پترول به 45 افغانی و همچنین گاز. که این موضوع گویای این مطلب هست که این زنگ خطری هست برای مردم هرات و مردم افغانستان، که در روزهای آینده مواد سوختی میتوانه بیشتر قیمت بشه و قیمتی که فعلا هست از این قیمت هم بیشتر برشه و خود افزایش چشمگیری داشته باشه. که باز هم تکرار میکنم این موضوع میطلبه تا نهادهای مسئول در این حوزه دخالت بکنن، نهادهای مسئول در این حوزه خود بازار در کنترل و در سیطره خود داشته باشن، تا اینکه افراد سودجو و افراد فرصت طلب از این وضعیت استفاده نکنن. بیننده های برنامه صدای شما، کم کم به دقایق پایانی برنامه میرسیم. در برنامه امشب ما افزایش مواد سوختی بررسی کردیم و دیدگاه شهروندان و دیدگاه بیننده های تلویزیون جهانی اصلار در صفحه مجازی فیسبوک با هم دیدیم که چه دیدگاه های در رابطه با موضوع برنامه ما داشتند. دلایلی از قبیل آتش سوزی گمرک اسلام قلعه، خود احتکار تجار، افزایش مواد سوخت در بازارهای جهانی و خود بیمسئولیتی مسئولین را از جمله علل و عوامل عمده افزایش مواد سوختی در بازارهای هرات عنوان کردند که با هم دیدیم. همچنان آخرین قیمت مواد سوختی در بازارهای امروز هرات با هم دیدیم که چند افغانی بود و دیگه، و باید منتظر بودیم باشیم که در آینده خود بهای مواد سوختی چقدر افزایش خواهد داشت یا خیر، یا همین قیمت ها در بازار هرات و افغانستان حاکم خواهد بود. این بود برنامه امشب که تقدیم حضور شما گردید. تا برنامه بعدی که موضوعی دیگری را با شما بررسی خواهیم کرد، شما را با خداوند مهربان می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدارتان.